مقامات دولتی هند در محله مسلمان نشین موسوم به اکبرنگار شهر لکنو مرکز استان اترپرادش هند یک مسجد این شهر را تخریب کردند. تصاویر تخریب این مسجد توسط جرثقیل با استفاده از هلیشات ابتدا در الجزیره مباشر به نمایش درآمد و خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد. همکارم در رابطه با تداوم سیاست‌های دولت افرادگرای نارندرا مودی بر علیه مسلمانان هند گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. هرچند مقامات محلی انگیزه تخریب مسجدی در محله مسلمان نشین موسوم به اکبرنگار شهر لکنهو مرکز استان اترپرادش هند را ساخت و ساز بدون مجوز قلمداد کردند، اما سوابق روی کرده دولت راست افراطی اسلام ستیز مودی نشان می‌دهد که این اقدام اولین و احتمالاً آخرین این سلسله اقدامات اسلام ستیزانه دولت هند نیست و نخواهد بود. تخریب مسجد تاریخی بابری در دسامبر 1992 در همین ایالت هند از جمله مهمترین این تخریب‌ها بود. مسجد بابری متعلق به قرن 16 میلادی بود. درگیری و نزاع مسلمانان و دولت هند بعد از آن تخریب موج گسترده‌تری به خود گرفت. در درگیری‌های پس از تخریب مسجد بابری بیش از 2000 مسلمان کشته شدند. دولت هند در مکان مسجد تخریب شده بابری یک معبد برای هندوها ساخت. دیدبان حقوق بشر هم پیش از این به دولت هند هشدار داده بود که از نقض حقوق مسلمانان دست بردارد. در کنار اخبار مکرر سرکوب و کشتار و فشار بر مسلمانان هند در هفته‌های گذشته، اخباری از نقش دولت هند در کشتار مردم غزه نیز انتشار یافت. روزنامه اسرائیلی ایدیهود آهارنوت فاش کرد که یک کشتی هندی حامل 27 تن مواد منفجره در ماه ژوئن 2024 برای ارتش اسرائیل در بندر تل‌آویو پهلو گرفته است. منابع خبری مستقل پیش از این تایید کرده بودند که در شهر لکنهو 3 مسجد حنظله یونس، مدینه و محمدیه و همچنین 3 حوزه علمیه نورالاسلام، کاظم العلوم و فاطمه الزهرا سلام الله علیها تخریب شده است. موج جدید تخریب اماکن مقدس مسلمانان به بهانه ساخت و ساز غیرقانونی در بیش از 24 هکتار از اراضی ایالت اترپرادش از دسامبر 2023 با هدایت مستقیم یوگی آدیتیانات نخست وزیر این ایالت و روحانی هندوی مشهور با اظهارات اسلام ستیزانه آغاز شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند، و از او پرسیدم که چرا دولت هند با موج جدید تخریب مساجد و اماکن مذهبی و تشدید فشار بر مسلمانان هند موجب شعله ورتر شدن جنگ و نزاع مذهبی در این کشور متکثر از ادیان و مذاهب می شود. در ادامه پاسخ ایشان را بشنویم. به عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام، در این مورد باید عرض شود که این موضوع خیلی حساس است و خیلی تاریخچه قدیمی دارد. چند تا نکته هست که اینجا باید بیان شود. این که این دولت هند تحت رهبری حزب بھارتی جنتا پارتی بی جی پی با رهبری نریندر مودی سیاست های ملی گرانه هندو را ترویج می کند و این سیاست ها به افزایش تنش های مذهبی منجر شده و به عنوان بخشی از تلاش های برای تقویت هویت هندو ها در جامعه هندی دیده می شود. یعنی الان این تاریخش خیلی قدیمیه، یعنی تنش های هندوها و مسلمان ها خیلی قدیمی هست، ولی این حزب داره هی اون رو فشار میاره، هی اون رو تکرار میکنه، شاید برای فواید سیاسی خودش. این افزایش تنش به عنوان یک ابزار سیاسی برای جلب حمایت عمومی و ممکن است برای ایجاد پایگاه در انتخابات برای حزب خودشون، البته در انتخابات حال اینا فهمیدن که این جواب نمیده، ولی به هر حال هندوها که با بھارتی جنتا پارتی هستن اینا را میخوان متحد بمونن، اینا جدا نشن. و یک این تجدید فشار بر مسلمان ها و تخریب اماکن، این هدفش ممکن است ایجاد اختلاف مذهبی
بیشتر شود و اتحاد که در مخالفان سیاسی الان پیش اومده با کرسی های زیادی حزب مخالف در دست گرفته در انتخابات همین حالا، این اتحاد از بین میره چون یک حزب که نیست در حزب مخالف، چند تا حزب هست و یک اتحاد سیاسی تشکیل داده اند. لذا ممکن است که اینا میخوان با این جور کارها این اتحاد سیاسی مخالفان رو هم جلوگیری کنن. و یک مسئله مهمتر از همه این است که مسائل اقتصادی و اجتماعی که در هند الان خیلی حساس مشکل تر شده و را اصلا از اون مردم را دور نگه دارن. علی کل حال این اقدامات سطح نگرانی هست و امکان واکنش های شدیدی دارد و یک هدف خاصی هست که داره دنبال می شود و لازم است که هم مسلمانان هم حزب‌های سیاسی در این مورد متحد شود، هم کلام شود و در این راستا از طریق قانون و از طریق خود فشار آوردن به دولت در پارلمان، در مجلس و در سطح دیوان عالی کشور یا قانون از لحاظ های پیگیری قانون را این را واکنش خود را به طور جدی نشان بدهند.